این یک روزنامه آلمانیه. من تقریبا هر روز روزنامه ها رو نگاه میکنم ببینم که چه اتفاقاتی که تو ایران میفته اینا پوشش خبری میدن. هیچ چیزی بیشتر از این پوشش خبری داده نشده و هیچ کسی نیستش که توی آلمان در ارتباط با این اتفاق و آبو دریایی چیزی ندونه. یادم هست چند ماهی بیشتر از جنبش مهسا نگذشته بود که یک ژورنالیست حکومتی به من زنگ زد و گفت چه خبرتونه؟ به زودی آقا مشتبه میاد، هم حجاب برداشته میشه و هم دیسکوها باز میشه. بگذاریم از جر و بحثی که ما اون روز داشتیم، اما یاد اواخر زمان شاه افتادم که ملتی به پا خواسته بودن برای داشتن حق آزادی بیان و رژیمی رو سرنگون کردن و همه چیزشون رو از دست دادن و کسی که فرستاده شده بود برای نجاتشون بهشون قول آب و برق مجانی داد. در زمان شاه ما آب و برق مجانی نداشتیم، اما تحصیلات رایگان داشتیم، بهداشت و درمان رایگان داشتیم. اگر ارزه داشتی یه ذره تکون میخوردی و درس میخوندی، توی کمتر از 10 سال میتونستی به تمام آرزوهات برسی. خونه داشته باشی، ماشین داشته باشی، ازدواج کرده باشی، سفرهای خارج از کشورت هم رفته باشی. در زمان شاه حتی کسانی که معتاد بودن از ارج و قرب خاصی در جامعه برخوردار بودن، اونها تحت پوشش درمان بودن و تریاکشون رو به میزانی که نیاز داشتن به بهترین نوعش از داروخانه ها تحویل می گرفتن و به معتادین به عنوان یک بیمار نگاه می کردن و داشتن جامعه رو پاکسازی می کردن. حالا واقعا چه کسی پروژه نه به حجاب رو به وجود آورده؟ نه به حجاب اجباری. آیا زمان شاه ما مشکل حجاب و بیهجابی داشتیم؟ چه کسی این رو مشکل کرد؟ واقعا چه کسی اومد یه چنین خطکشی بین مردم گذاشت و همه چیز فراموش شد در دنیا؟ اختلاس دولت مردانمون، جنایاتشون، مافیای قاچاق مواد مخدرشون، مافیای فروش زنهای ایرانی. مگر نه اینکه اخیراً 2 تا دانش آموز خودکشی کردن؟ هر روز چند نفر به خاطر فقر خودکشی میکنن، خودسوزی میکنن. کشاورزای اصفهانی کوشن، چه بر سرشون آوردن؟ در راهی که این همه جوون رو کشتن، کور کردن، خانواده ها عزادار شدن. معلوم نیست تو زندان ها چه خبره. تا به حال یک زندانی سالم نیومده بیرون، در صورتی که همه اینایی که دارن کشور رو میگردونن زندانی های زمان شاه بودن. چه کسی این بلا رو به سر ما آورد؟ چه کسی فکر و ذکر ما رو مشغول حجاب کرده و حالا میگن که نباید زن به صورت یک ابزار ازش استفاده بشه، ولی شما بیشتر از هر کس دیگه از این زن به عنوان یک ابزار دارید استفاده میکنید؟ چرا هیچ وقت هیچ کس هیچ جا عکس خانم فاطمه سپهری رو نداره؟ عکس کاملیا سجادیان دست کسی نیست؟ از ماه منیر، از مادر نیکا، از گوهر عشقی و خیلی های دیگه خیلی کم رنگ هستن. خیلی ما در رابطه با آهو دریایی همون قدری دیدیم که دنیا میبایست دیدیم. ما قبل از ماجرای آهو دریایی رو ندیدیم ولی حرفش رو شنیدیم. بعدش رو هم ندیدیم ولی حرفش رو شنیدیم. چند بار اتفاق افتاده که وقتی کسی رو دارن میندازن توی ون گشت ارشاد یا توی هر ماشینی ازش عکس انداخته شده و قبل از ماجرا هم ازش مدارکی هست. من نمیخوام بگم که ایشون داستانش واقعی نبوده، اما چه کسانی از این داستان دارن استفاده میکنن؟ مسئله حجاب کار اصلاح طلب ها بوده و لابی های جمهوری اسلامی در خارج از کشور از اون حمایت میکنن، ولی نه از فقر مردم چیزی نمیگن، از نسل کشی که در سیستان و بلوچستان و کردستان چیزی نمیگن، از مسمومیتی که توی مدارس به وجود آوردن چیزی نمیگن، از هیچی نمیگن. ما فقط انقدر در دنیا دیده میشیم که اونها میخوان
و اون جوری دیده میشی که اونها میخوان. هوشیار باشی.